سلام شاگردهای گلم، خوب هستین؟ روزتان خوب است؟ خدا رو شکر. درس رو حتما یاد گرفتین. خب شاگردهای نازنینم، حالا بازم به ادامه درس های قبلیمون زیادتر تمرین میکنیم تا عدد نویسی رو خوب خوب یاد بگیریم. در اینجا برای ما یک عدد داده، بخونیم با هم. چند گفته؟ 40 لو، 42 هزار رو، 72 سه، 42,073. میخوایی میره عددش نوشته کنیم. خب شاگردا، ما یک جدول میکشیم، گفتیم طبقه یک ها داریم، طبقه هزارها داریم. طبقه یک های ما مرتبه هاش چند بود؟ یک ها، ده ها، صد ها. و طبقه هزارهای ما مرتبه هاش چند بود؟ هزارها، ده هزارها و صد هزارها بود. مرتبه ها، طبقه یک های ما یک ها، ده ها، صد ها بود و طبقه هزار های ما مرتبهش چند بود؟ هزار، ده هزار، صد هزار بود. خب حالا بیاییم ببینیم قبل از کلمه هزار کدام عدد ذکر شده؟ این هزار است نه؟ اینجا هزار گفته. قبلش ببینیم کدام عدد گفته؟ 42. 42 هزار. خب 42 را من در فامیل هزارها نوشته میکنم، چون هزار گفته دیگه، فامیل هزارها. پس میایم فامیل هزارهای ما اینجا هست، هزار، ده هزار، صد هزار. پس 42 شاگردا دو رقم است، 40 42، دو رقم است. پس من اینجا سه رقمی ندارم، پس در فامیل ده هزار و هزار و ده هزار میایم نوشته میکنم 42. بله 42 هزار و فامیل هزار نوشته کردم، 42 هزار در فامیل هزار، طبقه هزار. بعد از کلمه هزار طبقه یک های ما میایه شاگردا، سه طبقه یک های ما میایه. بعد از کلمه هزار سه طبقه، سه مرتبه یک های ما میایه، یعنی سه عدد باید نوشته شد. باید خب 42 هزار و 73. 73 شاگردا، 73 یعنی 7 1 7 10 3 1، اما صدی ما اینجا خالی مان. خب شاگردا 42,073 صدی ما خالی مان، پس در جاش چی میمانیم؟ صفر میمانیم. بله 42,073 این بود عدد نویسی ما از طریق زید جدول. خب حالا یک عدد دیگر می نویسیم. چند است؟ 33,000. این کلمه هزار رو زیرش خط می کشم، 33,809. خب شاگردا قبل از کلمه هزار یعنی در فامیل هزار کدام عدد باید نوشته کنیم؟ در طبقه هزار 33. 33 آمدنه. پس در خانه هزارهای خود می آییم، مرتبه هزارهای ما، هزار، ده هزار، صد هزار. 33 دو رقم است نه؟ 33. پس 33 را در دو رقمش در مرتبه هزار و ده هزار نوشته می کنم، 33. بله 33 هزار. و از فامیل هزار خلاص شده، میریم در فامیل طبقه یک ها، 809. 809 شاگرده چقدر نوشته می کنم؟ این قسم بود نه؟ 809. عدد های سه رقمی یادتان هست؟ 809. پس ای را چند یکی داره؟ 9 یکی، 0 دهی داشت و 8 صدی. پس نگاه کنین 33، 33 هزار فامیل هزارها، 809 فامیل یک های ما، در مرتبه های یک های ما نوشته میشه 33,809. بله خب یک عدد دیگه داده، عدد 50,000 رو میخواییم در جدول بنویسیم. خب کلمه هزار یعنی قبل از هزار، ببینیم کدام عدد آمده. 50. بله 50 شاگردا، عدد 50 آمده، یعنی عدد 50 باید در فامیل هزارها نوشته شده، چون مربوط هزارها شده، قبل از هزارها آمده، گفته 50,000. پس در فامیل هزارها ما کدام مرتبه هست؟ هزار، ده هزار، صد هزار. پس عدد 50 را، چون عدد دو رقمی است 50 نه؟ بله 50 عدد دو رقمی است. پس در صفرش در خانه هزارها یا یک هزارها میه، پنجش هم یعنی ده هزارها. اگه سه رقم می بود با صد هزارها خودم نوشتم میکردیم 50,000. اما بعد از هزار فامیل یک ها، طبقه یک های ما اصلا ذکر نشده، ایت نگفته.
پس ده خانه یک های ما سه مرتبه میای یک ها ده ها صد ها سه عدد دیگه باید بیای شاگردا. پس ما اینجا باید چی بونیم؟ ده ای سه عدد خود سه مرتبه خود باید عدد صفر بونیم. اگر نه پینجا خود دو رقمی میشه، عدد پینجا میشه، اصلا پینجا هزار روی خانده نمیشه، عدد پینجا خانده میشه. از همون خاطر صفر رو میمونیم تا که عدد ما پینجا هزار شوه. پینجا هزار، پینجا هزار. خب شاگردان اینجا چند عدد؟ دو تا عدد دادم، بر ما گفته به حروف بنویسین. خب بیا با هم کار کنیم. ما گفتیم طبقه یک ها داریم، طبقه صد ها، طبقه یک های ما سه مرتبه داره، یک ها ده ها صد ها. بیا جدا کنیم ده ای عدد، یک ها ده ها صد های خوده جدا کدوم. اینی علامه ای که جدا کدوم رو به نام هزارها یاد میکنیم، یعنی قبل از این دیگه فامیل مربوط هچی میشه؟ فامیل هزارها میشه. بله این میشه هزار، این میشه ده هزار، عدد دو رقم است. خب عدد ما کدام عدد است؟ سی و چهار، سی و چهار هزار. رو اینکه جدا کردیم ایره در نام هزارها یاد کنیم. سی و چهار هزار رو نوشته میکنم، سی و چهار ای چی بود؟ هزار. آفری کلمه هزار بود، سی و چهار هزار رو. بعد از طبقه یک های ما چند است شاگردا؟ 921. بله خب حالا میریم سر عدد بعدی خود. طبقه یک های خود جدا میکنم، یک ها ده ها صد ها. چند مرتبه داشت؟ سه مرتبه. یک ها ده ها صد ها این رو جدا میکنم. اینه از این به بعدش مربوط هزار ها میشه. پس حالا میخوانیم. خب حالا که جدا کردیم کدام عدد است؟ ببینیم عدد شست. عدد چند؟ شست. شست هزار، یعنی کلمه هزار است. شست هزار نوشته میکنیم. شست، شست هزار. هزار رو بنویسیم. شست هزار و چند؟ سفر سفر دو؟ نه خیر، شست هزار و دو. فقط عدد دو رو اینجا بر ما داده، شست هزار و دو. شست هزار رو دو. بله یه عدد خودم نوشته کردم، شست هزار و دو. یادتان نره اگه عدد داده بود به حروف بنویسین، طبقه یک ها رو اول جدا کنین، یک ها ده ها صد ها، باز یک خط بانین که اونمون کلمه هزار میشه. قبل بعد از او هر عددی که آمد مربوط هزار ها میشه. فهمیدید؟ در اینجا مثلا جدا کدوم ستاره، یک ها ده ها صد ها خود جدا کردم، هزار ها رو مربوط ساختم. قبل از او عدد سی و چار بود، سی و چار هزار و 921. اینجا هم ستار جدا کردم، شد شست، عدد شست آمد، شست هزار و دو. خب شاگردای گلم کار خانگیتان ببینین، من دو تا عدد نوشته میکنم. بیست هزار، بیست یعنی اینجا یک کلمه جدا میکنم که هزار میشه. بعد از بیست هزار چند عدد دیگه میایه؟ سه عدد دیگه میایه، چون عدد نگفتیم. بیست هزار، پس سه تای دیگه ما صفر است. خب خط فاصله میمونم، یک تای دیگه که اضافه شمه میشه چند؟ بیست هزار و یک. بیست هزار و یک، پس خانه ده ها و صد های ما اینجا صفر است. بله بعد از بیست هزار و یک بیست هزار و دو میایه، نه؟ بیست هزار و دو. اینجا خانه ده ها و یک های من صفر است، اینا را باید بانم. سه رقم بعد از هزار میایه. یک عدد دیگه هم نوشته میکنم، بیست هزار و بعد از بیست هزار و دو بیست هزار و سه میشه. آفرین، بیست هزار و سه. خب اینجا که بعد از هزار یک رقم نوشته شد، پس ده ها و صد های سه صفر میمانم. بیست هزار و سه. باید عدد های ما چند رقمی باشه؟ یک دو سه چهار پنج، پنج رقم باشه. خب شاگرد های گلم شما من از بیست هزار، بیست هزار و یک، بیست هزار و دو، بیست هزار و سه، اما دو تا بیست هزار و تا بیست هزار، بیست
هزار و چند تا 20,000 و 20 برای من نوشته کنید. تا 20,000 و 20 برای من، اما تو به ترتیب در کتاب چایتون بنویسین. از 20,000 تا 20,000 و 20. آفرین، خدا نگهدارتون.